به نام خدا، بخش جدید یونیتی سبودی آموزش انیمیشن سبودی و ایری میخونیم که چی قسم ما به داخل یونیتی سبودی میتونیم یک کرکتر سبودی امپورت کنیم و انیمیشن های مختلف به او کرکتر اتچ کنیم. با سیستم میکنیم داخل یونیتی هم آشنا میشیم. قبل از همه چیز برای از اینکه ما بتونیم به داخل یونیتی روی کرکتر های سبودی و انیمیشن های سبودی کار کنیم، باید مدل و یا او کرکترها رو داشته باشیم. یک سایت به نام mixamo.com وجود داره که از کمپنی ادوبه. به داخل از یک سری مدل ها و انیمیشن های فری وجود داره. قبل از همه چیز نیازه که شما بیاین ساین اپ کنیم، به داخل از یک اکانت بسازیم و از فیچر هایی که داره بیاییم استفاده کنیم. اگر اکانت ادوب داریم میتونیم توسط همون اکانت ادوب خود شما لوگین بشیم. اگر نداریم به اینجا یک اکانت ایجاد میکنیم و بعدا میتونیم از او استفاده کنیم. من اکانت دارم پس ساین اپ نمیکنم، میتونم لوگین شم. بعد از اینکه لوگین شدیم میایم به این قسمت انیمیشنز و کرکترز. دو تب وجود داره. تب اولی کرکترز، من کلیک میکنم که باز شه. به اینجای شما کرکترهایی که داخل از این سایت وجود داره میبینیم. میبینیم که مدل های مختلفی از کرکترهای سبودی داخل از این وجود داره و از قسمت بالا میتونیم حتی سرچ کنیم که چی نوع کرکتر به کار داریم و میبینیم که تعداد از اینا خیلی زیاده. و پیج بعدی هم اگر بریم میبینیم که دیگه هم کرکتر وجود داره و هر کدوم خواسته باشیم کلیک میکنیم. اینترنت شما اگر قوی باشه به این جور لود میکنه. منتظر میمونیم تا لود شه. ببینیم لود شد و شما میتونیم که به این جی مثل یونیتی روتیت کنیم، پوزیشن از این تغییر بدیم، ببینیم که چی رقم کرکتر دیده میشه. مثلا اگر خواسته باشیم این کرکتر رو به داخل از اضافه کنم یا فرض کنیم هر کرکتر دیگه که اینجا گاستر انتخاب میکنیم. مثلا من خوشحالم که این جل کرکتر باشه یا این آدم باشه The Boss. روی کلیک میکنیم، منتظر میمونیم تا اینجا لود شه. بازم میگم این به بستگی داره به اینترنت شما. اگر سرعت اینترنت شما بالا بود این سری اینجا لود میکنه و اگر سرعت اینترنت پایین بود باید منتظر بمونیم. قسمی که میبینیم کرکتر سبودی ما ایمپورت شد و میتونیم شما ایر بچرخونیم و از هر جهت این کرکتر سبودی امتحان کنیم. مثلا روی ای هد اگر کلیک کنیم اسکلتون رو نشون میده و اسکلتون رو هایت میکنه و نشون میده. میتونیم شما روتیت کنیم، میتونیم موو بدیم، مثلا انتخاب میکنیم این پن فال میشه. میتونیم زوم کنیم، مثلا به یارت درگ و دراب میکنیم زوم میشه. میتونیم کامره ریسیت کنیم پس بارت اول بیاریم و میتونیم که تاگل کامره فالور فال کنیم که به هر جایی که کامره باشی بره انیمیشن خوبه. این کرکتر هر جا باشه کامره رو فالو میکنه. از این قسمت میتونیم رو دانلود کنیم و میتونیم حتی کرکتر خود خورم شما به داخل از این امپورت کنیم و انیمیشن مربوطه بری اتچ کنیم. خب من به قسمت آپلود و دیگر کار ندارم، فقط میام دانلود میکنم. به داخل لینک از این ویدیو یک لینک دیگه هم برای شما اتچ کردم که شما میتونید تمام مدل هایی که داخل از این سر از داخل از این ببینیم و هر مدلی که نبود میتونیم بیایم از اینجا امپورت کنیم و دانلود کنیم. به قسمت انیمیشنز میرم. به اینجا میبینیم شما که برای هر کدوم از این کرکترهایی که شما به اینجا انتخاب میکنیم انیمیشن های مختلفی وجود داره. مثلا اگر خواسته باشیم که انیمیشن فرض کنیم من میام دانس اینجا نوشته میکنم. و تمام انیمیشن هایی که دانس هستر اینجا لیست میکنه بره. مثلا میام یک از اینا رو انتخاب میکنم، فرض کنیم این روی که کلیک کنم همی انیمیشن به روی مدل ما اضافه میشه. ببینیم یا فرض کنیم یک که هیچ فرق نمیکنه که کرکتر ما چی باشه به همی انیمیشن روی از او ادغام میشه و به داخل یونیتی هم این همین کار ما میتونیم بکنیم. این انیمیشن ما میتونیم به روی 100 تا مدل بدیم. اگر این فرض کنیم یک کرکتر پیرمردیه، اگر کرکتر خانومی باشه میتونیم همین انیمیشن بره خانوم بدیم. اگر کرکتر طفل باشه میتونیم همین انیمیشن بره طفل بدیم. از این قسمت هم میتونیم مشخصات از انیمیشن بیایم تابلا کنیم. میبینیم که انیمیشن به چه حالت تبدیل میشه. ببینیم میتونیم از اینجا تنظیمات کویر تعیین کنیم و دانلود کنیم. خب من انیمیشن ها و کرکتر ها رو دانلود کردم که به این لینک پایین صفحه شما میتونیم رو ببینیم و دانلود کنیم.
مطمئنن که مکسمو تنظیمات خیلی زیادی داره که من اگر خواست باشم داخل از این ویدیو بگم، ویدیو خیلی طولانی میشه و بهترین حالت اینه که خود شما همراه با این تنظیمات از این کار کنیم و ببینیم که هر کدام از اینا چه کار میکنه. و بعد از اینکه مدل ها مورد نظر خود انتخاب کردیم و دانلود کردیم، انیمیشن ها مورد نظر انتخاب میکنیم، دانلود میکنیم. یاد شما باشه برای دانلود کردن باید لوگین باشیم. خب من قبلا اینا رو دانلود کردم، میام اینجا وا میکنم اینا رو برای شما نشون میدم. قسمی که میبینید دو تا فولدر، یکی مدلز یکی انیمیشن. من مدلز وا میکنم، میبینید به داخل از این تقریبا 10 دونه مدل وجود داره، یا بیشتر یا کمتر. و به قسمت انیمیشن هم میبینید که انیمیشن های خیلی زیاده داخل از اینه که حالا قرار این مدل ها رو داخل یونیتی بیام امپورت کنم. برم داخل یونیتی و به داخل فولدر واکینگ دد یک فولدر دیگه به نام مدل ایجاد میکنم و تمام مدل ها رو میام به داخل عظیم اندازم مدلز. حالا میام به داخل عظیم، همه رو انتخاب میکنم، کش میکنم داخل یونیتی و اینجی راه میکنم. منتظر میمونیم تا همگی امپورت شه و فرمت این مدل ها همگی میبینیم FBX. FBX فرمتیه که توسط یونیتی سپورت میشه و میتونه که یونیتی رو امپورت کنه. قسمی که میبینیم مدل ها اینجا امپورت شده و اگر من بیام هر کدام اینجا رو بندازم میبینیم که متریال و تکسچر نداره که باید این مشکل رو رفع کنیم. همه رو انتخاب میکنم، میام به قسمت متریالز و به اینجا اکستراکت متریالز کلیک میکنم. وقتی روی از کلیک میکنیم از موقعی که رو اکستراکت کنیم، من به داخل پوشی مدل یک فولدر به نام متریالز ایجاد میکنم و به داخل همین متریال زینار سلکت فولدر میذارم که بیای برای از اینا متریال های رو اکستراکت کنه. به یونیتی قدیمی مستقیم خودی و متریال ها رو امپورت میکرد، ولی به این ورژن های جدید باید به تب متریال بیاییم، مدل ها رو هم انتخاب کنیم و روی اکستراکت متریالز و اکستراکت تکسچرز کلیک کنیم تا همگی امپورت شه. میام ولک تکسچر ها رو به داخل از این فولدر به نام تکسچرز انتخاب میکنم یا ایجاد میکنم و امپورت میکنم. قسمی که میبینیم دو تا فولدر تکسچرز و متریالز ایجاد شد که داخل هر کدام تکسچرها و متریال های مربوط به مدل ها ما هسته. ای که چی رقم ما میتونیم برای از اینا بیاییم تکسچر و متریال مربوط را اتچ کنیم، باز اینا رو میخونیم. یاد شما نره که چند ثانیه طول میکشه تا تکسچرز و متریالز امپورت شه. این همین کار برای انیمیشنز هم انجام میدیم. به داخل از این فولدر یک پوشه به نام انیمیشنز ایجاد میکنم و میایم ولک انیمیشن ها خود داخل از این امپورت میکنم. تمام از اینا رو انتخاب میکنم و درگ و دراپ میکنم داخل یونیتی. قسمی که میبینیم انیمیشن ها هم اینجا امپورت شد. اینکه چی رقم انیمیشن ها رو به مدل ها اتچ کنیم اینا رو به ویدیو ها آینده میخونیم همه گیر. خب قسمی که میبینیم این مدل ها اینجا امپورت شده و من اگر خواسته باشم یکی از اینا رو بندازم به داخل سین، مثلا ای زامبی یا هر کدام دیگه از اینا رو که انتخاب میکنیم، مثلا یکی یا هم ای زامبی خوبه. قسمی که میبینی به یه حالت نه تکسچر داره نه متریال داره که این مشکله و ما باید این حل کنیم. خب برای حل از این مشکل میاییم اول سعی میکنیم چی متریال گرفته زامبی جی و مدل انتخاب میکنیم و به این قسمت میبینیم که زامبی سی او ال این میشه متریالی و روی که کلیک کنیم میبینیم که هیچ چیزی نداره. به این قسمت ببینیم فقط رنگ سفیده و دیگه هیچ تنظیمات نداره که من میتونم بیام حالا به قسمت تکسچرز و باید از بین از تکسچرها بیام تکسچر که مربوط به از این زامبی میشه پیدا کنم. ببینیم به اینجاگاه تکسچرها مختلفیه که به نام همی ابجکت شما وجود داره. مثلا اینجا ببینید زامبی دیفیوز، زامبی دیفیوز که هست برای از این آلبیدو کالر داده میشه. این کش میکنیم میدیم برای از این و میبینیم که یالک مشکل رنگی که دیش حل شد.
و اگر بیایم این جسم ببینیم زام به دیفیوز، همیشه متریال تکسچر هایی که دیفیوز هسته به قسمت متریال میای با ابجکت داده میشه که آلبیدو هسته برای رنگ، دیفیوز تکسچر ها به یک داده میشه و اسپیکیولر به متالیک داده میشه. خب من پس میام داخل تکسچر ببینم که دیگه چی داره ای. مثلا یکی از تنظیمات دیگه که داره اینجی نورمال مپ داره، ببینیم زامبی نورمال و یک دیگه چی از زامبی نورمال، یک دو تا نورمال داره، هر کدوم خواسته باشه میتونیم برای ازی اساین کنیم. دوباره میر انتخاب میکنم و میام برای ازی متریال ازی انتخاب میکنم این متریال و میام پوشی تکسچر، یه دفعه میام این نورمال مپ به این قسمت نورمال اضافه میکنم. مثلا این هم میتونه باشه، این هم من دو میر انتخاب میکنم، کش میکنم مندازم اینجی. وقتی مندازم ببینیم هیچ تغییرات وارد نمیشه و به اینجی گفته که تکسچر ما با حالت نورمال مپ نیه، باید این فکس نو بزنیم که این به نورمال مپ تبدیل شه. ببینیم که حالا ریالیستیک تر شد و اگر خواسته باشیم باز تغییر بدیم میتونیم این دفعه این نورمال دگر بندازیم. ببینیم با بیاله صافتره، هر مدل خواسته باشین خود شما میتونیم انتخاب کنیم و فکس نبرم یاد شما باشه که بزنیم. به همین شکل تمام از این مدل ها خود شما بیاییم کار کنیم. یاد شما باشه وقتی کار شما تمام میشه اینجا اپلای بزنیم به این قسمت اوررایت که این کل تنظیمات روی از این مدل روی پریفاب هم اعمال شه. ببینیم حالا که من تنظیمات از این میزنم، میام اینجاگاه ببینیم که تنظیمات اعمال شده، رو دلت میکنم میام یکی دگر میندازم، مثلا کاپ زامبی و ایالت خب اگه خواسته باشم ایر کار کنم باز دوباره میام مدل از این انتخاب میکنم. یاد شما باشه که باید شما بتونیم مدل پیدا کنیم، مثلا برای چشما از این یک متریال داده شده، برای خود مدل یک متریال دیگه. معمولا ما شما بادیر میگیریم، من میام بادیر انتخاب میکنم میبینیم که این متریال یا میشه و آلک برای ازی باید میبیایم تکسچر مربوطه را اساین کنم. پس میام داخل پوشی تکسچر میتونیم این لاک کنیم و از این قسمت باید بیایم همین تکسچر که مربوط برای ازی میشه پیدا کنیم. خب اسم ازی زامبی بود، فکر کنم یکی اول میشه، من یکی اول یک دفعه مندازم برای ازی سعی کنیم که چیکار میشه. به قسمت آلبیدو مندازم ببینیم، به یه حالت تبدیل شد. خب من اسم ازیر ببینم فاز زامبی دیفیوز نورمال ما پیرا مندازم برای او فکس نو میزنم دگه اسپیکیولر رو اگه خواسته باشیم به قسمت متالیک میندازیم، تنظیماتی که داره میان کمی تغییر میدیم. خب این میشه عزیز زامبی، سیف میکنیم. بازم میگم میتونه مثلا بری موها از یک متریال دیگه باشه، مثلا ببینیم موها از اگه جالب نبود یا مثلا عینکایو یا فرض کنیم چشمای و هر کدوم که مشکل دیش میایم انتخاب میکنیم متریالی رو، مثلا ای گلاس هیر انتخاب میکنیم. باید بیاین تنظیمات از این هم تیار کنیم. برای از این هم حالا اگه میایم مربوط برای از تکسچر اساین میکنم که مشکل هم حل شه. میشه کمی زامبیر اساین کنیم برای از این هم ببینیم مشکل از این هم حل شد. برای مو هم میتونیم همی کار بکنیم، دوباره متریال رو میام انتخاب میکنم، این بره مو بود، میام این دفعه گلاس انتخاب میکنم ببینیم این گلاس امی مو بود، خود از این هم اصلا شد. چشما از این هم میتونیم شما ببینیم که همو متریال خود بادیر میگیره که این متریال اینجای که اصلا شده. بریم مو هم گفتیم که این متریال بود. ببینیم این مدل مالا کاملا درست شد، سیف میکنم و این هم دوباره اپلای میکنیم یاد شما باشه و بعد از اون هم دلت میکنیم. خب پس این هم بشد. حالا میایین دوباره پریفاب بعدی از داخل پوشی مدل، مثلا درک انتخاب میکنم، درک هم ببینیم با مشکل داره. پس من میام با
باز دوباره مدل انتخاب میکنم، مدل ها به داخل پوشی یا به داخل آبجکت مش قرار میگیره. میشه دو تا متریال داره، یکی بیس و یکی مش. یکی مش که از خود بادی میشه و بیس چریو میشه. هر دو تا رو باید تغییر بدم، یکی فیس پولیس زامبیه و یکی هم پولیس زامبیه. پس من میام داخل متریال فیس پولیس زامبی، یکی باید این متریال تغییر بدم فیس پولیس زامبی و یکی هم پولیس زامبی این متریال تغییر بدم. پس من میام اینجا تکسچر انتخاب میکنم و برای از این میام الک پولیس زامبی دیفیوز میام بدم. ببینیم بادی کاملا درست شد. متریال نورمال مپرم میام بدم بریو و اگه فکس نودیشت میزنیم چهره را میاییم حالا اختیار میکنیم، متریال فیس می پیدا میکنیم اینجی و دوباره میاییم برای ازی فیس از این هم اساین میکنیم. مثلا این میدون برای فیس. ببینیم خیلی ساده میتونیم شما برای از اینا تکسچر اساین کنیم و میتونید حتی تغییراتی هم به اینجی بیاریم. ببینید چهره مثلا تریک تر میشه یا اسپیکیولر اگر بدیم براق‌تر میشه. خب به همین حالت خوبه دیگه، مدل ها رو همگی خود شما کار کنید. من سرعت ویدیو رو بالا میبرم خودم کار میکنم، شما هم میشه که اینا رو کار کنید. متوجه باشم اگر بعضی از این آبجکت ها به این حالت ترانسپرنت، مثلا این گرل اگر شما متوجه شده باشیم به این حالت آبجکت پشت سر یک کیفی هسته ترانسپرنت و دیده میشه، این خیلی جالب نیه و باید مشکل حل کنیم. برای حل از این مشکل باید بیاییم متریال مدل انتخاب کنیم. مدل مایی میشه متریال یا به این قسمت میایی متریال از این انتخاب میکنیم و ببینیم این رندرینگ مود از این باید ترانسپرنت نباشه، اوپک باشه. این که اوپک بکنیم آره مشکل ترانسپرنتی از این هم حل میشه. سیف میکنیم. خب این پوشه متریال باید دقیقا همگی از حالت سفیده که بود به حالت تبدیل شه، به همگی باید تکسچر اساین شه. یک دیفیوز تکسچر، یک متالیک تکسچر که اسپیکیولر میشه و یک نورمال مپی باید اساین بشه و این اسموتنس هم میتونه کم یا زیاد کنین. حالا هر مدلی که من بیام اینجا بندازم فرق نمیکنه، هر کدوم که باشه شما باید ببینیم که تمام متریال ها خور داره. و اگر شما خواسته باشیم که تغییرات برای از اینو بیاریم باید بیایم پوشی متریال، متریال ها رو انتخاب کنیم و هر تغییرات ماستیم بیاریم. خب کم متریال ها رو انتخاب کنیم و به قسمت بیایم رندرینگ مود اوپیک بگیریم، چون همه باید اوپیک باشه و ترانسپرنت هیچ کدوم نباشه. و در ضمن از این میتونیم شما مثلا برای از این که متریال یا یک کمیشه میایم به قسمت تنظیمات داره، مثلا میتونیم بیایم تنظیمات از این تغییر بدیم یا فرض کنیم میتونیم بیایم کالر از این تغییر بدیم
این تنظیمات اینجا به دست خود شما نه و میتونیم تنظیمات اینجا اساین کنیم. خب پوشه این مدل ما کاملا متریال ها و تکسچر ها اساین شد و تمام مدل ها را کامل میتونیم ما استفاده کنیم. این بود از ایمپورت کردن کرکتر ها و انیمیشن ها داخل پروژه. انشالله به ویدیو بعدی در مورد یک چیر هم انیمیشن ها رو بیاییم برای از این اساین کنیم کار میکنیم. تشکر، موفق باشین.